منتظر نار با نوروز ماندگار است تا یک جوانه باقی است. میدونم با این همه غم در خانه دل اندکی شادی باید. چه نوروز است. آرزو میکنم سال 99 سالی خوب برای هموطنان عزیز و ارجمند ما باشه، فرزندان ایران. امیدوارم که ما بتونیم از این بحران سیاه عبور بکنیم. وقتی به حرفهای آقای حسن روحانی گوش میسپارم متوجه میشم که ویروس کرونا یک ستون پنجم در قلب ایران زمین داشته، اونم دولت آقای روحانی است و مجموعه مسئولانی که سعی کردن مردم رو خام نگه دارن. اینا دستیاران واقعی شیوع بیماری کرونا در ایران بودن، از هواپیمایی ماهان بگیرید تا گروه های در سپاه، در وزارت اطلاعات، در خود دستگاه دولت آقای حسن روحانی. حرفای روحانی رو گوش کنید توی این چند هفته اخیر، دروغ‌های بزرگی که ایشون گفت. دائما سعی کرد که همه چیز رو دست کم بگیره. همین چند روز پیش اعلام کرد ما از بحران عبور کردیم، همین چند روز پیش، و امروز اعلام شد که در هر ساعت 10 نفر بر اثر کرونا میمیرند. دولت چین همینان هم متهم شده و یکی از نشریات چینی فاش کرد که دانشمندان چینی موفق میشند که موضوع شیوع کرونا رو کشف کنن، در بارش تحقیق بکنن، گزارش بدن، ماموران میریزن، تمام پرونده ها رو منهدم میکنن و از بین میبرن و تهدید میکنن دانشمندان رو که در این زمینه سکوت بکنن، به کسی خبری ندن. گفته میشه اگر در همون اوائل چین به مردم دنیا راست میگفت، 65% از شمار قربانیان در سطح جهان کاسته میشد. 65% 65%. دو کشور، دو حکومت هستن که دروغ‌های بزرگ گفتن، یکی چینه، یکی جمهوری اسلامی است که امروز خودش تبدیل شده به عامل گسترش ویروس کرونا در سطح جهان. راستی کرونا به روسیه هم رسید، روز به روز داره بر شمار بیماران مبتلا به کرونا در روسیه افسوده میشه. پیش از این روزها اینطور بانمود کرده بودند که کرونا به روسیه نرسه، اونا توانستن کنترل بکنن. اما جالبه که آقای پوتین چنین وانمود میکنه که او نیرومندتر از کروناست و حالا حتی در زمانی کرونا آمده و وارد کشور شده، وظیفه روسهاست که برن پای صندوقهای رای. ظاهرا آقای پوتین تصمیم داره که به شکلی برنامه‌ریزی بکنه که حتی در سال 2036، یعنی میشه 16 سال دیگه، هم بتونه در مبارزات انتخاباتی شرکت کنه، دوباره به عنوان شخصیتی که جانشینی رو برای خودش فرض نمیکنه در مسند قدرت قرار بگیره. از سال 2000 او بر سر قدرت، سال 2000، ما 2020یم، برنامه‌ریزی کرده برای 16 سال دیگه، تا 16 سال دیگه. در برنامه امروز پژوهشگر برجسته آقای حسن دایی عزیز در کنتیکت با ما هستند. آقای دایی درود بر شما، سال 1399 خورشیدی بر شما گرامی، بر شما خانواده شما و همه هموطنانم هم در سراسر جهان. بفرمایید. سلام دارم خدمتتون، سال نو به شما مبارک باشه، به همکارانتون در تلویزیون پارس و به هموطنان در این شرایط سخت. واقعش اینه که من همیشه اعتقاد داشتم که این دوران جمهوری اسلامی در تاریخ کشور ما سختترین و هولناکترین دوره هاست. یعنی نمونه در تاریخ کشورمون نداشتیم این همه مصیبت و فاجعه و بدبختی برای مردم ایران. و بدون تردید امسال در این شرایطی که داریم صحبت میکنیم سختترین شرایطه. یعنی قبل از اینکه ویروس کرونا بیاد، ورشکستگی کامل اقتصادی، سرکوب، زندانهای پر، همه اینها بوده. حالا این ویروس هم بهش اضافه شده، ولی با همه احوال نوروز این شرایط سخت تمام خواهد شد. ما
بالاخره ملت ایران پیروز خواهند شد و اینها خواهد گذشت. بنابراین این تبریک میگم به سال نو رو به همه هموطنان در همه شرایط سختی که هستیم، و واقعش اینه که ما خودمون در همین آمریکا از همه دید و بازدیدهای حضوری پرهیز میکنیم، از طریق ویدیو تلفن اینها تبریک میگیم، باید حداکثر احتیاط رو رعایت کرد. یک تنها راه حلی که کارشناسان در سراسر جهان توصیه میکنن، همینان میگن بهترین، مؤثرترین، کارآمدترین راه برای پیشگیری خانه نشینی است. یک نامه مشترکی رو امضا کردن، نامه سرگشاده خطاب به حسن روحانی که وزرای بهداشت پیشین جمهوری اسلامی. حرفشون به حسن روحانی اینه که این همه با جان مردم بازی نکنید. اگر از روز نخست خب شهرها رو قرنطینه کردن، به ویژه قم رو قرنطینه کردن، ما به این فاجعه نمی‌رسیدیم. قم و مشهد این دو کانون اصلی شیوع بیماری کروناست، این ریزگونه ای که حتی با میکروسکوپ، ابر میکروسکوپ ها باید اون رو دید، اما موفق شده کمر دنیا رو بشکن. آیدایی، نقش حسن روحانی به نظرم خیلی، حالا نقش شرکت هواپیمایی ماهان اینها، ولی نقش دولت خیلی مؤثر بوده در دستیاری کرونا و در میدان دادن به کرونا. واقعا دولت نقش ستون پنجم رو بازی کرد. از کنم که یه نکته رو من قبلش اضافه بکنم، تردید ندارم که هموطنان به سخنانی که از طرف کارشناسان، پزشکان گفته میشه حتما دقت میکنن، گوش میدن، چون مردم به مسئولین جمهوری اسلامی بی اعتمادن و اخطارهایی که از تلویزیون جمهوری اسلامی میاد رو ممکنه زیاد اهمیت ندن. واقعش اینه که باید این خطر رو جدی گرفت. در همه جای دنیا دارن جدی میگیرن، جدی بگیریم. الان گزارشی که منتشر شده دیروز تاکنون اینه که 4 نفر از 5 نفری که کرونا گرفتن از کسانی گرفتن که هیچ علامت بیماری کرونا رو نداشتن. بنابراین خیلی باید جدی گرفت این خیابان ها که هم ببینید، یه بخشش خب کسانی که فرق دارن، مجبورن به سر کار برن، که این واقعا خودش یه فاجعه است، ولی برای تفریح نوروزی و سوار ماشین شدن و این طرف رفتن و کنار دریا و این جاها خطرناکه و جان دیگران رو هم به خطر میندازن. این نکته اول. نکته دومش این که واقعش این که این فاجعه ای که در جهان الان هست، این فاجعه بین المللی و بی نظیره. اظهارات خانم مرکل دیروز که لااقل کشور آلمان بعد جنگ جهانی دوم تا کنون یک همچین مصیبت و فاجعه ای رو، بحرانی رو به خودش ندیده، مسئله جدیه. چون بالاخره میدونی جنگ جهانی دوم برای آلمان یعنی نابودی کامل این کشور، از خاکستر این کشور رو ساختن. بنابراین ببینید چقدر هولناکه. این مسئله بسیار جدیه. در همه جای دنیا هم برخی از دولت ها کمکاری کردن، اشتباهات کردن، همه اینها رو شهروندان سوال میکنن، حسابرسی میکنن، برای اینکه بتونن امروز بیشتر جدیتر این دولت مردان پاسخ بدن به نیازهای مردم. مشکلات هم گریبان همه رو میگیره. مشکلات اقتصادی هست، حالا دولت‌های مختلف در غرب به نوع‌های مختلف کمک میکنن. جمهوری اسلامی اما به کشورم که میرسن فرق میکنه. جمهوری اسلامی سعی میکنه این مشکلات رو مثلا در ایتالیا نشون بده، کمبود کالا در برخی از فروشگاه‌ها رو نشون بده، اینا سعی کنه بگه همه جا هر مشکل، حالا کرونا در ایران هم هست، در همه جای دیگه هم هست. بنابراین سعی میکنه خودش رو از به اصطلاح زیر اتهام بیرون بیاره. نه تنها این، دنبال منافع دیگری هم هست که حالا صحبت میکنیم. واقعش اینه که درسته کمکاری خیلی از جاها هست، ولی واقعا اینه که آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری، یعنی تمام بدیها و کمکاریها و ضعفها و همه اینها رو جمهوری اسلامی یک جا داره. ورشکسته است، فکر مردم نیست، هر روز اول هیچ کاری برای به اصطلاح جلوگیری از ورودش به این کشور که به کشورمون که نکرد، هیچ کمک کرد، پروازهای ماهان به چین رو ادامه داد،
بعد پنهان کرد به خاطر نمایش انتخابات و راهپیمای 20 بهمن و بعدم هیچ اقدامی نکرده، الانم هیچ پولی در بساط نداره که به مردم برسه، چون فقط مسئله یک طبیعتا بهداشتیه، ولی خب میلیون ها نفر بیکار میشن، بعد به اینها کمک اقتصادی بشه، دولت هیچ فکر اینا نیست، مردم ایران بی پناه کاملن، دولت هم اصلا به فکر این حرفا نیست، دولت به فکر تبلیغات، الان جمهوری اسلامی فکر اینکه حکومت نظامی بکنه مردم شورش نکنن و کیسه دوخته برای جاهای دیگه که بتونه در مثلا سر مسئله تحریم‌ها مذاکره با آمریکا و جاهای دیگه یا بعد از فاجعه کرونا سقوط نکنه، ورشکست نشه. بنابراین جمهوری اسلامی مسئوله، حالا چه روحانی باشه چه خامنه‌ای چه سپاه پاسداران، همشون مسئول درجه یکن، باید حسابرسی بکنیم، باید اینها رو یادآوری بکنیم در شرایط بحرانی که تمام امکاناتش رو جمهوری اسلامی اختصاص بده به این فاجعه بزرگ. فاجعه کمی نیست، این فاجعه ممکنه یک سال یک سال و نیم حتی در غرب طول بکشه، در همه بخش‌های اقتصاد جهان، اجتماعی، سیاسی تأثیر خواهد گذاشت. دیدم تامس فریدمن نوشته بود در نیویورک تایمز که الان BC AC، Before Corona After Corona، جهان از یک نقطه عطف مهم عبور کرده، میتونه تأثیرات شگرفی در جهان داشته باشه، میتونه فاجعه در خیلی از کشورها به وجود بیاره، بنابراین این رو باید جدی گرفت و تردیدی نیست که ما این حساب رسایی که جمهوری اسلامی میکنیم برای اینه که مجبورش کنیم به جای بازی های سیاسی لابی در خارج کشور و بعدی دکان هایی که راه انداخته بیاد تمام امکاناتشو برای کمک به هموطنان صرف بکنه و متوجه بکنه. تشکر میکنم. از آقای مکپین سوال میکردم که تو کجا دولت حاضره به مردم کمک بکنه، به بیکاران، به مردم، به کسانی که کارشون از دست دادن، به صاحبان کسب و کاسبی های کوچک و اینا از این قبیل. گفت تو هر جا که لازم باشه ما حاضریم هزینه بکنیم. به نظر من حرفش فوق‌العاده که نخست مردم بعد اقتصاد میشه احیا کرد. این حرف مهمی است. خب همین الان هم چه آقای دایی گفتن و آقای تامس فریدمن که به نظرم خیلی نکته مهمی است، الان هم گفتمان است، اینی که آیا کرونا مسیر تاریخ رو داره تغییر میده؟ به نظرم آری. کافیست نگاه کنید به سرنوشت اروپا. اروپا داره مرزهاش رو روی همسایگان خودش میبنده. اینجا اتحادیه اروپا بوده، قرار بودی که مرزها برداشته بشه، اقتصاد این مرزها رو برداشت، اما کرونا دوباره این مرزها رو بست، یعنی دوباره مردمان اروپا رفتن پشت دیوارهای سرزمین خودشون دارن زندگی میکنن. آلمان که از 5 طرف مرزهای خودش رو بست، اتریش کیپ مرزهای خودش رو به روی همسایگان بسته، از جمله کشورهای همجوار دانمارک، به همین ترتیب نروژ، به همین ترتیب زلند نو، به همین ترتیب استرالیا مرزهای خودش رو بست، ایالات متحده آمریکا مرزهای خودش رو به روی کانادا بسته. اینا همه نشانه تغییرات در دنیای ماست. کی فکر میکرد در اتحادیه اروپا دروازه ها بسته بشه؟ یک شهروند اروپایی حق نداشته باشه به کشور دیگر اروپایی سفر بکنه؟ این که سهل اعلام کردن که غیر اروپایی ها دیگه نمیتونن وارد اروپا بشن، به سختی و به ندرت میشه غیر اروپایی که وارد چهار دیواری اروپا بشه. خود این یعنی تغییر. تو همین چند روز پیش اصلا اسباب حیرت اروپایی ها شده بود که مگه میشه مرزها رو بس؟ چون آقای ترامپ اعلام کرد که ما دیگه مسافران اروپایی نمیپذیریم. همه ابراز حیرت کردن، دشنام دادن به ترامپ، خودشون مرزها رو بستن، خودشون مرز. و این یه اتفاقی است بعد از جنگ اصلا بی سابقه است چنین چیزی. آیا ممکنه دیگه اینا هرگز از پشت این دیوار بیرون نیان؟ یعنی ترجیح بدن برگردن به گذشته خودشون، به مناسبات سنتی خودشون؟ آیا ممکنه دوباره دیمارک برگرده؟ دیمارک، مارک آلمان، فرانک سوئیس، فرانک فرانسه، پولهای رایج در کشورهای اروپایی که همه تبدیل شده به یورو، آیا ممکنه دوباره اینا برگردن؟ امروز به احتمال زیاد پاسخ آریست، یعنی کرونا واقعا هم تو که آقای دایی گفتن و به درستی همه چیز رو تغییر داده، مسیر زندگی بشر و مسیر تاریخ.
آقای دایی دو گزارش دارن، گزارش نخست رو اجازه بدید خودشون توضیح بدن، گوش میکنیم. آقای دایی بفرمایید. عرض کنم که حالا بحث خواهیم کرد، جمهوری اسلامی تلاش میکنه از این شرایط فاجعه باری که در کشورمون هست بالاخره کیسه دوخته برای خودش که خودش رو قربانی نشون بده، خودش رو در صندلی قربانی قرار بده، در خارج کشورم تحریما رو برکه تحریما برداشته بشه که آقا تمام این مشکلاتی که الان در کشور هست تحریم، همین امروز واشنگتن پست در مورد همین مسئله نوشته بود که باید تحریما برداشته بشه. شنیدم دولت بریتانیا با آمریکا گفته که اگه بشه مقدار تحریما برداشته بشه. ده ها مقاله و صدها گزارش داده شد جمهوری اسلامی شده الان قربانی. این گام اولش اینه که مسئولیت خودش الان انجام نده، دنبال منافع خودش جمهوری اسلامی. ولی واقعش اینه که عرض کردم یه بار که اگر واقعا جمهوری اسلامی راست میگه، یعنی اگه واقعا تحریم هاست که اینقدر مشکله که نمیگذاره کمک بکنه به مردم در این فاجعه کرونا، اگه واقعا اینطوره که اینطور نیست، صد تا مسئله دیگه هست، یه اقتصاد مافیایی ورشکسته که اولویتاش جای دیگه است جمهوری اسلامی، تحریم آخرینشه. طبیعیه تحریم تأثیر میذاره، دست دولت رو میبنده، ولی شاید دهم باشه، پونزدهم باشه. و بعدم تحریم ناشی از چیه؟ ناشی از رفتار جمهوری اسلامی. عرض کردم اگه جمهوری اسلامی واقعا راست میگه این مدعی مدعاش که این تحریم هاست، بیاد همین امروز اعلام بکنه خامنه‌ای، بگه ما برای کمک به این فاجعه به مردم در این فاجعه مهیب کلیه برنامه هسته‌ایمون رو تعطیل میکنیم، با ناظر در حضور ناظران بین‌المللی جمعش میکنیم، این 3-4 هزار سانتریفیوژ قرازه برای غنی‌سازی و اینها رو جمعش میکنیم، از این به بعد در نمیدونم غزه و فلسطین و در سوریه و یمن هم دخالت نمیکنیم، تمام انرژیمون رو صرف میکنیم. تحریم هم خواهند دید چه زود برداشته خواهد شد. اگر راست میگن، خب دنبال این نیستن، دنبال تبلیغات و دکانن. این جمهوری اسلامی تمام کارش اینه. بنابراین دو تا گزارش کوتاهه با هم فقط ببینیم، بعدش بیشتر صحبت کنیم. یکی این که در این بحرانی که الان میبینیم، بحران بیماری، بیمارستان ها و سیستم پزشکی در کشورمون، فقط من آفریقا رو که اون بار صحبت کردیم یه 4 دقیقه در مورد آفریقا نگاه بکنیم، کلینیکایی که در آفریقا راه انداخته با پول مردم ایران که مهمترینش عرض کردم بزرگترینش در غناست، در شهر اکرا پایتخت غناست، به نام کلینیک ایران که چندین طبقه است، کلی براش خرج کرده. ببینید این حکومتی که از جیب مردم، از سفره مردم، از گلوی مردم برمیداره در 13 کشور آفریقایی کلینیک و بیمارستان درست کنه، حالا بماند در کربلا بیمارستان امام سجاد، در لبنان چندین کلینیک بزرگ، در همه جا هلال احمر، در نمیدونم گرجستان کی کجا میره بماند. فقط این رو نگاه بکنیم ببینیم یه همچین حکومتی میتونه خودش در صندلی قربانی قرار بده نزد مردم ایران. این فقط این 4 دقیقه رو با هم نگاه کنیم، فقط راجع به آفریقا، جای دیگر رو فعلا فراموش کنیم. خب گزارش مستند آقای دایی رو با هم نگاه میکنیم، من میاد برمیگردیم. در آبان ماه 96 جواد ظریف در سفر به اوگاندا، بیمارستان نوسازی که جمهوری اسلامی با پول مردم ایران ساخته بود را افتتاح کرد. با حضور وزیر خارجه، بیمارستان 50 تخت خوابی ساخت ایران در کامپالا به بهره برداری رسید. یک درمانگاه تخصصی بسیار خوب هست اینجا. هدف این طرح در حقیقت ارائه خدمت به مردم عزیز اوگاندا است. بیمارستان رو در واقع از چند سال گذشته با بودجه کمک‌های توسعه‌ای ساختمانش رو ساختیم. پزشکان مسلمان بدون مرز با همکاری بخش سلامت در ایران سرمایه گذاری کردند اینجا، ساختمان رو به صورت کامل تجهیز کردند. بیمارستان اهدایی به اوگاندا بخش کوچکی از خدمات پزشکی جمهوری اسلامی به آفریقاست که از طریق جمعیت هلال احمر در 12 کشور دیگر آفریقایی کلینیک ساخته است که خدمات رایگان یا بسیار ارزان ارائه می‌دهند. یکی از آنها بیمارستان بسیار مجهز ایران کلینیک در شهر اکرا پایتخت غنا است. رئیس جمهور غنا در سفر به ایران بابت خدمات پزشکی جمهوری اسلامی به کشورش تشکر کرد. And finally I took the opportunity to express the gratitude of the government and people of Ghana to
قدردانی و تشکر بکنم از طرف دولت و مردم کشور غنا از جناب آقای روحانی و مردم ایران به خاطر همکاری های دو جانبه و حمایت هایی که از ما به عمل میاد، به خصوص در زمینه پزشکی و در زمینه سلامت و اون کلینیک یا درمانگاهی که ایران دایر کرده در کشور غنا. هلال احمر در کشور آفریقای کنیا نیز 3 کلینیک بسیار مجهز دایر کرده است. کنیا یکی از کشورهایی است که از این خدمات جمهوری اسلامی و جمعیت هلال احمر برخوردار شده است. ما به مریض هایی که پول ندارند پول دارو میدیم و این سرویسی که از دکتر و از مشگاه و متخصصانم بهشون سرویس میدیم. بعد ما میریم بیرون دارو هم میدیم به مثلا بیرون خارج از نایروبی میریم دارو میدیم. این مراکز شامل بخش های درمانگاه عمومی، آزمایشگاه، داروخانه، دندان پزشکی و کلینیک های تخصصی و توانبخشی می باشند و سالانه پذیرای بیش از 30,000 مراجع کننده. مراکز سلامت جمعیت هلال احمر در کشور کنیا از جمله مراکزی است که در راستای اهداف بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران در کشورهای کمتر برخوردار فعال شده. در حال حاضر در کشور کنیا 3 مرکز درمانی فعال در شهر نایروبی و مومباسا توسط جمعیت هلال احمر اداره میشه. در کشور زیمبابوه نیز بیمارستان معروف به ایران کلینیک خدمات پزشکی ارائه میدهد. The clinic is equipped with state-of-the-art equipment ranging from dental units, laboratories, scanning and other facilities. However, anyone can come here and receive medical treatment. Our mission and vision is the helping and serving to the Zimbabwean people. On a daily average, over 100 patients visit the clinic from different suburbs of the capital city. سرویس های سیار پزشکی نیز در این کشورها و دیگر مناطق آفریقا فعالیت میکنند و به سیرزدگان، آوارگان جنگی و دیگر نیازمندان کمک های پزشکی ارائه می دهند. یتیمخانه و سرپرستی کودکان و نیازمندان بخش دیگری از خدمات هلال احمر در آفریقاست. علاوه بر آن، کمیته امداد خمینی نیز در بسیاری از کشورهای آفریقایی فعال است و خدمات رایگان به نیازمندان ارائه می دهد. البته کمک های جمهوری اسلامی به آفریقا فقط به خدمات پزشکی محدود نمی شود و انواع کمک های اقتصادی و اجتماعی دیگر را نیز به برخی از این کشورها ارائه می دهد. تشکر می کنم. نایجایی بفرمایید. بله واقعا فکر می کنم تفسیر داشته شد. من اینو کوتاه کردم. اون عکس آخری که یک سری خانوها نشستن، این یک کلاس آموزش خیاطی که وسایل خیاطی هم میدن. در جزایر کومور میرن اونجا کلاس گذاشتن، بهشون کلاس خیاطی میدن، بهشون چرخ خیاطی میدن که خانم هایی که تنها هستن درآمد داشته باشن. اینو از طریق مسجد و اینها انجام میدن. یعنی شما فکر کنید در سراسر این آفریقا کلی اینا خرج میکنن که یه سریش خرجای درمانیه، خرجای گنده تر انجام میدن. این حکومت الان شده قربانی که تحریم ها مانع ماست. یادمون نره که از سال 2010 تا کنون، یعنی 10 سال به طور مرتب به غیر یه فاصله 2 ساله که برخی تحریم های نفتی بده شد، جمهوری اسلامی همیشه تحت شدیدترین تحریم ها بوده. با همه احوال همه این کار رو هم کرده. بعد حالا مدعیه. تشکر. اما آجای گزارش دوبار. گزارش دوم، این جمهوری اسلامی اولویتاش کجاست؟ اولویتش چیه؟ وقتی صحبت میکنیم که تحریم ها رو برداریم، نمیدونم که دست من نیست و دست شما نیست که بگیم آمریکا یا کشور دیگه تحریم رو برداره. اولویتش دنبال چیه تو این شرایط؟ من یادمه یه مدتی من کار میکردم ببینم که چطور اینا به حوثی‌های یمن موشک و سلاح میرسونن. در پیچیده‌ترین شرایط سعی میکنم مشکلات رو حل کنم که این کار انجام بشه. در همه جای دنیا تمام نبوغشون رو به کار میگیرن برای حل این گونه مسائل. برای که اولویتشون چه دیگه است؟ اولویتشون معلوم نیست. همین اخیر، همین 2 هفته پیش، برای همین گزارش 3-4 دقیقه اینه. اینا به خاطر مرگ کشته شدن قاسم سلیمانی
یه مصاحبه کردن با رئیس جدید دبیرکل جدید جهاد اسلامی فلسطین. خیلی طولانیه، من تکای کوچیکش سوا کردم که در این توضیح میده که شخص قاسم سلیمانی شخصا نظارت میکرد، تمام نبوغش هم به کار میگرفت که با وجود محاصره غزه، نوار غزه، هم به اونجا موشک برسونه و هم کارخونه موشک سازی را بندازن. اینه اولویت جمهوری اسلامی، اینه. این مصاحبه مال همین دو هفته پیشه. من تکای این مصاحبه رو با حرفای خامنه ای که قبلش زده بود رو بغل هم گذاشتم تا ببینیم ما با چه حکومتی طرفیم که الان خود خوش رو روی صندلی قربانی قرار بده، قربانی آمریکا. ممنون. نگاه بکن. ایشون سلاح به درون فلسطین میرسوند. همه تعجب میکردن چطور ممکنه به باریکه محاصره شده غزه سلاح رسوند. حاج قاسم شخصا بر این عملیات پیچیده نظارت و پیگیری میکرد و به چند کشور سفر میکرد تا بررسی کنه چطور میتونه این تسلیحات رو به ما برسونه و این امر رو تسهیل کنه و خودش به شخص تمام مسائل رو از کوچیک و بزرگ پیگیری میکرد. از پیگیری مسائل آموزشی فلسطینیایی که برای آموزش نظامی از فلسطین خارج می شدن گرفته تا آموزش های مورد نیاز موشکی و مواد منفجره. به این اکتفا نمی کرد که موشک های آماده رو انتقال بده و به ما برسونه، بلکه انتقال تکنولوژی ساخت موشک رو به نفع ویژه ای عملی کرد، طوری که امروز غزه می تونه با افتخار بگه دارای هزاران موشک، موشک هایی که می تونه تمام شهرهای صهیونیستی رو مورد اصابت قرار بده. و این توانمندی تکنولوژیک یک توانمندی ایرانیه که توسط برادران ما در سپاه پاسداران و با زیر ساختا و امکانات اونا ایجاد شد و حاج قاسم سلیمانی هم بر ریزترین جزئیات این پیشرفت تسلیحاتی و آموزشی رزمندگان اشراف کامل داشت. غزه در سال 2008 با جنگ بزرگی روبرو شد، همچنین در 2012 و 2014 که از اولین اونا حاج قاسم پیگیر جنگا بود و در میدان حاضر شد. من یادمه در یکی از دیدارها ایشون نقشه نظامی از کل فلسطین به همراه داشت و سوال میکرد که این موشک‌ها به کجا اصابت میکنه. میگم حاج قاسم نهضت فلسطین رو از چند گروه نظامی مخفی به یک ارتش قدرتمند که همه گونه سلاح و توانمندی های دیگه در اختیار داره تبدیل کرد. در قضیه موشکی میگفت برنامه ما در این مرحله اینه که باید موشک ها رو پیشرفته تر کنیم. حتی مربی های این رزمنده ها در ایران از طرف ایشون لحظه به لحظه تحت فشار بودن، پیگیر مربیان و نیروهای آموزشی بود، پیگیر فرماندهان و نیروهای مقاومت. ما رژیم صهیونیستی رو یک رژیم نامشروع و حرامزاده میدانیم. هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سر رژیم و کمکش. رژیم صهیونیستی یک رژیمی است که از اول تولد نامشروع خود بنا را گذاشته است بر خشونت آشکار، انکارم نمی‌کنند. علاجی هم ندارد جز از بین رفتن این رژیم. علاج مقاومت قاطع و مسلحانه در مقابل این رژیمه. این علاج در مقابله با رژیم صهیونیستی دست قدرت باید از سوی فلسطینی ها نشون داده بشه. این گمان رو کسی نکند که اگر چنانچه موشک‌های غزه نبود، رژیم صهیونیستی کوتاه می‌آمد. نه، کرانه غربی هم باید مسلح بشود مثل غزه. کسانی که علاقمند به سرنوشت فلسطینن، اگر می‌توانن کاری بکنن، کار اینه. اونجا هم باید مردم رو مسلح کنن. ما همون کمکی را که به حزب الله لبنان کردیم که شیعه است، همون کمک رو به حماس کردیم و به جهاد کردیم و باز هم خواهیم کرد و انشاءالله ادامه خواهیم داد. و من اعلام کردم و قطعا این خواهد شد که
کرانه باختری هم باید مثل غزه مسلح بشود و آماده دفاع باشد. احسنت احسنت احسنت. وقتی کرونا از همه رفتن قایم شده، ولی وقتی پای لشکرکشی و مسلح کردن منطقه است، ببینید چه کردن. نتیجه همین میشه، روزی نیست که شمار زیادی از حوثی‌ها رو گروگان نگیرن، شمار زیادی از مراکز و اردوگاه های حوثی‌ها در یمن رو در بداغون نکنه که به اصطلاح گروه ائتلاف به رهبری عربستان سعودی. نگاه کنید به وضعیت جمهوری اسلامی امروز در عراق، الان صحبت برای که هشت و شبیر منحل بکنن، و وضعیت حزب الله در لبنان، حزب الله هم در سه کنج قرار گرفته، وضعیت نامعلومی پیدا کرده. یک روزی حسن نصرالله رفت دست به دامان سعودی ها شد، زیاد حیرت نکنید، زیاد حیرت نکنید. آیدایی عزیز خیلی باقلاده بود، باقلاده بود، به نظرم یاداوری بود هموطن. بعد حرفای آقای خامنه‌ای رو گوش کردی راجع به از بین بردن اسرائیل و اسرائیل حرامزاد. این پیام که مردم اسرائیل دادن راجع به نوروز رو من دیدم، حیفم میاد پخش نکنم. ببینید چقدر فرق میکنه نگاه انسان به انسان، چقدر زیباست پیام های عاشقانه و دوستانه امروز در دنیا منتشر میشه در جهت حفظ همبستگی جوامع انسانی. آیه شهرتی خواهش کنید رو پخش بکنید. سالنا مبارک، نوروز مبارک، نوروز مبارک، نوروز مبارک، سالنا مبارک، نوروزتون مبارک باشه با خوبی و خوشی و صلح و صفا. خدا مرسی، خیلی متشکرم. نوروز مبارک، نوروز مبارک ایران، نوروز خلاص تایم خان نوروز مبارک. آمد از نفس زیبای بهار، تو بهاران هر دسن و سبززان. هپی نیو ایر، نوروز مبارک، سال نو مبارک، نوروز مبارک، نوروز بیتان پیروز، نوروز مبارک، نوروز مبارک، پیروز مبارک، سال نو مبارک، سال نو مبارک. مسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. پنیر مشروع پیکنیک را هم اکنون می توانید نه تنها در هوتی ها بلکه جداگانه بدون بسته بندی از تمام مغازه های ایرانی خریداری کنید. با همون طعم بی نظیر، خوشخوراک و تهیه شده از شیر خالص و بدون هورمون، پنیر خوشمزه پیکنیک تکمیل کننده سفره ایرانی شماست. اگر بقیه رو امتحان کردید، اکنون بهترین را نوش جان کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. به مرسدس بنز آنهایم خوش آمدید. من سامیا کاشانی هستم. من راکسی فرزاد هستم. در مرسدس بنز آنهایم اتومبیل شما نشان دهنده زیبایی، پرستیژ و قدرت شماست. اگر خواستار یه SUV زیبا، جادار، سیف، با کیفیت و کم مصرف هستین، من بهتون مرسدس بنز رو پیشنهاد میکنم. ما در مرسدس بنز آنهایم برای شما بهترین ها رو در کمترین زمان فراهم میکنیم. کافیست با ما تماس بگیرید. 855-460-6400 855-460-6400 مرسدس بنز آنهایم.
هموطنان عزیز، ما با امکانات وسیعی که داریم میتوانیم مبلمان استیل و مدرن شما را که در سالهای گذشته از ما یا هر جای دیگر خریداری کرده اید با تعویض روی مبلمان و تغییر رنگهای جدید با زیباترین پارچه‌های طرح اروپا مورد پسند و دلخواه شما بهتر از روز اول به شما تحویل دهیم. ضمناً جمشید نبوی با سالها تجربه در واردات مبلمان ایتالیایی، جدیدترین و مجللترین مبلمان استیل و مدرن و سرویس خوابهای ساخت ایتالیا را با قیمتهای باور نکردنی برای شما گلچین نموده. رضایت خاطر شما باعث خوشنودی ماست. تلفن 310-274-74-74 310-274-74-74. دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و اسوشیتس، تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، رانندگی در حال مستی. در دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و اسوشیتس 1-800-322-94-25. سامان ایلری هستم، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. دفاتر ما در شهرهای لس آنجلس، لاس وگاس، ساکرامنتو و ایرواین آماده ارائه خدمات به تمام هموطنان عزیز میباشد. سال نو و نوروز بر شما مبارک. سالی پر از شادی و تندرستی را برای شما و خانواده محترمتان آرزو می‌کنم. ایدری لا، مدافع شما. ایدری لا گروپ، 818-818-0707. ایدریلاگروپ.com. هموطنان عزیز مقیم سراسر امریکای شمالی، این ادعا نیست، حقیقت است. امتحان کنی. ارزان‌ترین نرخ تلفن تماس با تهران 5 سنت و 9، شهرستان ها 7 سنت و 9. بله، درست شنیدید، کیفیت عالی صدا، سرویس درجه 1، حتی با تلفن های دستی. اگر دوست ندارید پول اضافه بدهید، که حتما هم همینطور است، تلفن 1-800-818-2500 در اختیار شماست. آیا از این ارزان‌تر هم می شود؟1399 بر شما گرامی. مطمئنم که بعد از گذر از این دهلیز تاریک سیاه طولانی بالاخره به چند گامی روشنایی رسیدیم. همیه ما همیانم در این هیچ کس نمیتونه شک کنه. همین حرفایی که الان آقای دایی پخش کردن، گزارش مستند، خود این کافیست یه بار دیگه مرور کنیم متوجه بشین دوره این حرفا کاملا تمام شد. تمام شد دیگه، از این حرفا نمیشه با مردم ایران زد. این دوره تمام شد. ما عملا وارد عصر جدیدی شدیم. بسیاری از واقعیات مدهش امروز برای مردم ما آشکار شده، واقعیاتی که پنهان بودن، نهان بودن. دیگه همه کس همه چیز رو میدونه. کافیست نگاه کنیم به نظرسنجی که در روزنامه خراسان منتشر شده بود. وقتی پرسیدن آیا در حرم امام رضا رو ببندیم، 93% بر پایه گزارش نشریه خراسان هم میارن، یعنی نشریه نزدیک اصولگرایان، 93% پاسخ مثبت دادند. این یعنی ایران وارد دوره دیگری شد، دوره دیگری از تاریخ. یه مصاحبه گوش میکردم، مصاحبه یک کارشناس و صاحب نظر عراقی بود، شخصیت دلسوز در جامعه عراق و تلویزیون های عراق. حرفش این بود که در ایتالیا، واقعیت هم همینه، یک مؤسسه فیلمسازی که فیلم های پورنو تهیه میکرده و سراسر دنیا، در سراسر دنیا توزیع میکرده، ظاهراً گویا با آسیایی هم شریک بوده، سهیم بوده، بخش عمده ای از درآمد خودش رو صرف کمک به مبارزه با کرونا کرد. مسئله ساخت فیلم های پورنو، فیلم های الفیه شلفیه. حرف این صاحب نظر عراقی این بود که این مراجع تقلید در عراق، اینا که این همه پول میگیرن بابت نزورات، بابت خمس، میلیارد ها، اینا چرا یک شاهی کمک نکردن در این دوره به مردم و به مبارزه علیه کرونا؟ چطور شد همه رفتن قایم شدن توی یه هفت سوراخ؟
خیلی حرفاش تکان دهنده بود، خیلی حرفاش، خب این حرفا نمیشد زد بیش از این در عراق، ولی امروز آشکارا میشه زد. چرا؟ چون مردم قضیه رو کاملا درک کردن، لمس کردن. آیدایی بفرمایید. واقعش اینه که بحث از این که این بحران کرونا در جهان تأثیرات شگرفی خواهد داشت، حالا اقتصادیش که قابل پیشبینی نیست، میتونه اگه طولانی مدت باشه که میشه که گفتیم بحرانهای 100 سال اخیر تأثیرات شگرف اجتماعی خواهد داشت، در این تردید نباید کرد. بعد از جنگ جهانی اول اون بحرانهای اقتصادی که در اروپا بود به ظهور فاشیسم منجر شد، همین تحولاتی که در 15 سال پیش در دنیا شد، بحرانی که در بحران اقتصادی که شد به رشد جریان پوپولیستی کمک کرد، ولی این در مورد این بحران معلوم نیست چه خواهد شد. روابط بین المللی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. جای بحث و گفتگو زیاده، میشه بحث کرد، اما یکی از اساساتش همینه که بخش مهمی از خرافات مردم راحت تر سوال میکنن. آقا شما تصورش بکنید رفتن تو بیابونهای قم چاه زدن که امام زمان توی چاهه و شفا میده، بر نگاه عکسای هواییش رو برای هموطنان نگاه بکنن، اونایی که نرفتن تا کنون نگاه بکنن ببینن چه تشکیلاتی رو انداخته. این لاس وگاس که راه افتاد بعد از این بود که ایرکاندیشن یعنی کولر اومد، چون گرم اون منطقه اومدن، بالاخره یه عده نبوغ تجارت داشتن، نبوغ سرمایه گذاری داشتن، اومدن این شهر رو از روی هیچی ساختن که مردم بیان سه روز پنج روز بیان اونجا، حالا قمارخانه که هیچ، کلی تفریحات گذاشتن که هر کس میاد اونجا تفریح کنه برگرده، شده یکی از مراکز درآمد و تفریح. هر دقیقه یه هواپیما میشینه، ولی آخونده ببینید چیکار کرده، رفتن تو بیابون برهوت قم چاه زدن که نجات میده و شفا میده و نامه بنویسید تلفنی میتونید بگید درخواستتون رو بنویسن بنویسن تو چاه، پولش تلفنی با کردیت کارت بدید. ببینید خب این دکانه دیگه، خب مردم الان سوال میکنن که خب خود اینو بستی که، آخه این شفا دادن این حرفات چیه؟ من یادمه ما بچگی پدرمون ما میبود مشهد، این درب بزرگی بود که میبستن این بیمارا رو با تناب و زنجیر بند خدا رو که شفا پیدا کنه. خیلی حرفا بخشی از این خرافات اعتقادات مذهبی سر جاش، قابل هر اعتقاد مذهبی به هر دینی بر خود قابل اعتماد احترامه، بر خودشون نگه بدارن، در سیاست هم نباید دخالت بکنن، در دولت هم نباید دخالت بکنن، ولی خرافات خب این الان اینا رو همه زیر علامه سوال می‌برن. من یادم جوانی ها قدیم ها یه فیلمی بود، مردی که میخواست سلطان باشد که شون کانری بازی میکرد و اینها، و اینا رفتن تو اون شمال هند، همین منطقه اسماعیلی ها هم اینایی که خیلیشون فارسی زبان هم اتفاقا تو این فیلم میرن اونجا دنبال گنج بگردن، برصورت میان اونجا نمی چه اتفاقی میفته که یواش یواش تو اون منطقه و قبیلهی که اینها میرن فکر میکنن اینا قدر قدرتی هستن، یه دفعه این آقا رو در حد خدا میپذیرن، در حد خدا بر خود جبروتی و تشکیلاتی و قدرتی به هم میزنه اینا، تا اینکه یک روزی یه دختری که میخواست به زور به عقد خودش در بیاره، دختره گاز میگیره گوش این آقایی که دای خدایی میکنه، خون میاد، مردم میفهمن تمامش دروغ بوده، خودشون گول زدن، میزن آقا رو تیکی تیکی میکنن. حالا این خرافات، منظور من دین نیست، مسیحیت، نمیدونم اسلام، بودایی، هر که دینی که کسی مخالفتی که با دین و اعتقادات مردم که نداره، که تا جایی که مزاحم رشد مردم نباشه، اما این خرافات که بری تو بیابون بری جمکران درست کنی، امامزاده ها رو از مثل قارچ از در دیوار امامزاده تو هر ما یادم کوهنوردی میکردیم رفتیم بریم علمکوه، قدیما چه 50 سال پیش رفتیم علمکوه بریم، یه قدرت و قلم هست بزرگ بغلم علمکوه و تخت سلیمان، رفتیم و دیدیم به طرف اون بالا میرفتیم دیدیم اهالی روستاها با قاطر و بار و تشکیلات خانواده این مسیری که دشوار نبود و مال رو بود به استرا داشتن میرفتن اون طرف قله تخت سلیمان،
گفتیم برای چی داریم میری؟ گفتن داریم میریم آب گرم تخت سلیمان. گفتیم خدای آب گرم تخت سلیمان دیگه چیه؟ از اون طرف قله که خیلی بلند هم هست که میرفتیم میریم یه دره بسیار زیبای هر دره 2000 یا 3000 یادم رفته که میره تا تونکابون، خیلی طولانی من همونجا تو یخچال تو سر اونجایی که برفا یخ زده بود پایین کوه یه آب گرم کوچیکی بود، دو تا بغل هم بود به اصطلاح دو تا حفره چادر زده بودن این روستایی ها که حضرت سلیمان با بیبی قدقد نم بیبی سلیمان با کی اومده بوده اینجا شب و صبح مخواسته غسل بکنه احتیاج داشته به هم آب گرم، خداوند دست داده اینجا آب گرم باشه، اومده بودن اونجا شفا بگیرن. خب ببینید اینا دیگه اینا باید باطل بشه، این تحولات باید کمک بکنه به تمام این چیزها. و یکی از مثبتاش بینه این ما واقعش اینه که این فاجعه جمهوری اسلامی حالا و بعد فاجعه کرونا اینا رو بگذرونیم، بالاخره آینده درخشانی رو برست. ما تنها کشوری هستیم که در خاورمیانه داریم در آخرین مراحل هستیم، سخت هست داریم از پس بنیادگرایی اسلامی برمیایم. بله مسلمان هم به وجود خواهند داشت، اعتقادات خودش نداشتن، در دولت هم دخالتی نخواهند کرد، جای خودش در جای خودش دیگه، چهار تا آخون بیان مملکت رو بگردن این حرفا باید دور ریخته بشه. برای من جنبه های مثبت هم این فجایع داره، آگاهی مردم به این خرافات و به این دکانی که از طریق دین رو راه انداختن، یکی دوتا هم نیستن، در همه جا دنیا هستن. همین جا دیدم میکردیم رهبران مسیحیان آمریکا، دستراسی آمریکا گرفتنش، دنبال تغییر غذایی کردن، داروی کرونا داریم بیان بخرید. آقا دو تا هواپیمای شخصی داره و میلیون ها دلار در سال درآمد داره، کلیسا چند کلیسای بزرگ داره، آقا داروی کرونا کشف کرده بوده و داشته میفروخته آنلاین که گریبانش گرفتن. خب اینا دیگه بعد دکان ها باید جمع بشه، امیدوارم. عکس چاپ کرده شپیگل عمیانان از شهرهای خالی، که از اونها نجف، بعدم حرم رو نشون داده، میگه تصویرهای گذشته از گذشته انبوه جمعیت شیعیانی که سرگرم رفتن به حرم هستند، و حالا تصویرهایی که الان میرسه که خیابونهای اطراف هر خالی و دیگه از اون اجتماعات و ازدحام خبری نیست. به آقای دایی، از آجایی، از همه جا خبر میاد ولی در مورد سپاه پاسداران و کرونا، بسیج و کرونا و بقیه نهادهای نظامی و شبه نظامی و کرونا هیچ خبری نیست. در واقع اینا الان غایبن، روزهای اول آمدند و تو خیابونها سوار تاکسی بارها حمله به کرونا رو شروع کردن با شعار جهاد، بعد ناگهان محو شدن. روز اول آقای خامنه ای اداره امور کرونا رو، مبارزه با کرونا رو با آقای روحانی به وزیر بهداشت دادن، از وزیر بهداشت گرفتن دادن حسن روحانی، از حسن روحانی گرفتن دادن رئیس ستاد آقای باقری، یه باری آقای باقری هم معف شد با اینکه حکم حکومتی داشت، حکم داشت از شخص آقای خامنه‌ای، بعد دوباره سر یواش یواش سر کرده خود آقای روحانی پیدا. چه خبره اونجا، داره چی میگذره، چی واقعا مسئوله؟ بالاخره الان رئیس ستاد، وزیر بهداشت، خود حسن روحانیه، کیه، چه خبر اونجا؟ بله جالبه، به خاطر اینکه امروز هم در جلسه ستاد مبارزه با کرونا باقری که همیشه اون بالا نشسته بود در کنار روحانی نبوده امروز و این گمان زنی ها بالا رفته. واقعش اینه که خب همه کاری که سپاهه، یعنی حتی در خیلی از شهرها، ورودی شهرها، خود همه کار سپاه پاسدارانه. از این فرصت هم استفاده کردن که سپاه کنترل خودش رو بیشتر بکنه. دولت یه نمایش، یه ویترین، قدرت زیادی هم نداره. در صف اول مبارزه به طور واقعی هم پرستاران و دکتران هموطن هم هستن که واقعا با کمترین امکانات، با کمترین امکانات واقعا جان خودشون رو به خطر میدادن. اینها واقعا نشون میده شاید مردم خوبی داریم، یعنی همه اقشار جامعه ما واقعا قابل قدردانیه، ولی قدرت دست سپاه پاسداران و خامنه‌ای.
این روزای اولی دستشون در رفت چند نفر از کسانی که از سپاه کرونا گرفته بودن و گفتن، حتی اون شعبانی، سردار شعبانی که کشته شد مرد، اون سارالله بابل سارالله رئیت، بله رئیت نظامی قرارگاه سارالله بود که خیلی مهم بود و ولی کم کردن. حالا از دو صورت خارج نیست، یا این که خیلی مراقبت میکنن، لاقل در سطح فرماندهی مراقبت میکنن از خودشون، حتی تو دفتر خامنه‌ای و غیره هیچ گزارشی در مورد این چیزا منتشر نمیشه. یکی همین که برسات میخوان اون قدرت، یعنی ارائه قدرت، ترساندن مردم، بالاخره سپاه و خامنه‌ای دیگه، اون رو نمیتونن زیاد ضعف و خلل‌هاش رو نشون بدن، در همه همه دیگه گاگایی بگن که مثلا ما مثل مردمی ممکنه بکنن، ولی با این ابعاد از قربانیانی که در جامعه هست، اینایی که ادعا میکنن ما نمیدونم صدها، به دروغ البته که نمیدونم چند میلیون بسیجی یا سپاهی داریم، کو به چرا شما که اونش خوب دروغه، ولی به نظر من از خودشون به خصوص فرماندهان ارشد سپاه به شدت مراقبت میکنن، چون برایشون خیلی مهمه. آقای دایی، در یمن معلوم میشه که جمهوری اسلامی دوستان و یاران خودش رو تنها گذاشته، دیگه قدرتش هم نداره، خودش وضعیت زار و نزاری داره، هر روز هم گزارشاتی میاد از گروگانگیری حوثی ها، از نابودی حوثی ها و ضربه خوردن، ضربه زدن به اردوگاه ها و پناهگاه های اونها. در عراق شخصیتی داره بر سر کار میاد به عنوان نخست وزیری که خیلی با آمریکایی ها نزدیکه، صحبت از انحلال هشت شعبیه، بعد در از لبنان دیگه خبری به گوش نمیرسه، شیخ حسن نصرالله ساکته، حزب الله لبنان ساکته، اینا به هر حال دوستان جمهوری اسلامی بودن. جمهوری اسلامی تا همین چند مدت پیش هم در این کشورها مدعی بود، در سوریه بازی رو کاملا جمهوری اسلامی واگذار کرده، دیگه تقریبا میشه که حضور نداره. آخرین خبرهایی هم که داشتیم که نشانه گلمندی بود و نگرانی خود سوری ها و نیروهایی که از کشورهای مختلف در اونجا هستن، از انتقال ویروس کرونا توسط نیروهای شبه نظامی و نظامی جمهوری اسلامی به خاک سوریه و اینکه چند تن از اونها مبتلا به کرونا هستن، حتی کرونا رو به دمشق بردن. یعنی اینا همه نشانه این که جمهوری اسلامی قراره خیلی سریع کمرنگ بشه و از صحنه به حاشیه رانده بشه و حذف بشه. میخوام نظرتون در این زمینه جویا بشم، فعالیت های فرامرزی جمهوری اسلامی و نفوذش که رو به افوله، تقریبا به طور کامل رو به افوله. عرض کنم که به اعتقاد من چند جنبه داره. قبل از این فاجعه کرونا، خب طبیعتا به چند دلیلی که بارها بحث کردیم، جمهوری اسلامی در منطقه تضعیف شده، روند تضعیفش داره، که آخرین دلیلش هم کشته شدن خود قاسم سلیمانی بود، بالاخره یه فرماندهی که به طور ریز تمام این مسائل رو سالیان سال رهبری میکرد، با همه چی آشنایی داشت، یه کاریزمایی داشت بین نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی، خب این رو دست داده. بحران مالی جمهوری اسلامی مهمتر از همه، نمیتونه دیگه مثل گذشته ریخت و پاش بکنه، نداره. مهمتر از همه اینه که در لبنان و عراق دیدیم تظاهرات مردمی بود و اینها جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار دادن و به اصطلاح مورد اتهام قرار میدادن مردم. تمام اینها کمک میکرد به اینکه جمهوری اسلامی تضعیف شه، ولی تضعیف جمهوری اسلامی با حذفش خیلی راه زیادی هست. مثل همه الان که ما بگیم جمهوری اسلامی در داخل کشور به ضعیفترین نقطه از 40 سال گذشته رسیده، ولی با سقوطش هنوز راه هست، نیاز یعنی لازم هست تمام اینها، ولی کافی اینه که باید آلترناتیوی در منطقه باشه، جاشو بگیره. در عراق، در لبنان الان ورشکستگی کامل اقتصادی در لبنان، هنوز با این همه بحرانایی که هست خاورمیانه باید سمت و سو بگیره، نمیشه همجوری اگه هر جمعه باشه برسا جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. هنوز شرایط خروج جمهوری اسلامی و حذفش از منطقه نیست، مسیر همون مسیره، مسیر تضعیفه، ولی به نظر من خیلی زوده که بگیم
داره از دست میده، هنوز از این اهرامش استفاده میکنه، چه در عراق باشه، چه در سوریه باشه، چه در لبنان باشه، چه در یمن، در آفریقا، به خصوص در ماهای آینده در غرب افغانستان اینها حضور خواهند داشت تا جایی که امکانات مالیشون اجازه بده. بنابراین به نظر من تضعیف شدن، به شدت هم تضعیف شدن، ولی حذف نشدن. حذف هم موقعی خواهد شد که یک آلترناتیوی در کل منطقه بخوان به طور جدی جایگزین بشه، به باوری برسن آمریکا داره از منطقه کنار میکشه، عربستان به خاطر برخی از اشتباهات خود محمد بن سلمان تضعیف شده و در مقابل جمهوری اسلامی چیزی نیست که رشد بکنه. یعنی ما اگه بگیم از 1991-92 یا 1370 خودمون بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که رشد جمهوری اسلامی در منطقه به اصطلاح بالا گرفت، حضورش بالا گرفت، آرام آرام و بعد از حمله آمریکا به عراق هژمونی پیدا کرد آرام آرام، این به شدت تضعیف شده، ولی برای جایگزینی اون یا برای حذف جمهوری اسلامی هنوز راه زیادی هست، باید در مقابلش بایستن. حالا ترکیه اومده بخشی رو گرفته، روسیه رفته یه جایی گرفته، همه اینها معادلات رو پیچیده در میکنه. همان من با چیز نمیبینم که جمهوری اسلامی حذف بشه از منطقه. راه تا جمهوری اسلامی هست در داخل کشور ادامه خواهد داد. حالا ممکنه کلاف سقوط جمهوری اسلامی هم منطقه باز بشه، یعنی انقدر هزینه هاش در منطقه بره بالا، انقدر تضعیف بشه و هی ادامه بده، به خاطر اون ادامه ها تحریم ها ادامه پیدا کنه و و و این زنجیره ها کلاف سقوط جمهوری اسلامی ممکنه از منطقه شروع بشه. ولی من فکر نمیکنم الان که داریم راحت صحبت میکنیم جمهوری اسلامی در حال خروج از منطقه است. تشکر میکنم. آجایی سال 99 به نظرم سال روشناییه. شما چی؟ امیدوارم. واقعش اینه که امید داشتن که ما همیشه امید داشتیم. من قبل از فاجعه کرونا بارها که صحبت میکردیم گفتم این شرایط قابل دوام نیست. ضعف مطلق جمهوری اسلامی، ورشکستگی اقتصادی کامل، مردم از نظام عبور کردن و یک قیام، یک جنبش میتونه هر لحظه دوباره بروز بکنه مثل آتش بشه. این شرایط کشورم بوده. حالا این فاجعه هم اضافه بکنید که به تمام اون فاکتورهایی که زمینه ساز یک قیام و جنبشه به اصطلاح کمک میکنه، اونها رو تشدید میکنه. امیدوارم که در سال جدید ما علی‌رغم این سختی ها به اون سمت بریم و همگرایی بین گروه های مختلف بیشتر بشه که یکی از شرایط لازم برای عبور از جمهوری اسلامیه. تشکر. آجای اجاز بیدی برنامه امروز رو، برنامه سال 99 رو پیشکش بکنیم به فرشتگان نازنین خودمون، پرستارها و پزشکا، دست همشون رو میبوسیم با تمام وجود، ممنونیم ازشون، جانشون رو کف دست گرفتن. اینا هستن که شفا میدن به ملت و مردم رنج دیده ما، اینا هستن و نه خرافات و نه مترسک های مقدس هم میهنانن. هم واقعا تشکر میکنیم، اسمشون در تاریخ برای همیشه ثبت میشه. اثبات کردن که وجود نازنین اونها چقدر برای ایران ارزشمنده و چقدر اینها برای هموطنان خودشون ارزش قائلن، در حد جان ارزش قائلن. تشکر میکنم از سارا ایرانی عزیزم. خواهش میکنم. ممنونم آیدایی عزیز، تشکر. سلام خدمت خانواده شما داریم. سال نو بر شما خجسته باد و بر خانواده شما. امیر شورتی عزیزم، سال نو بر شما مبارک، بر خانواده شما و همه هموطنان و بر ایران، زادگاه بهترین و بدترین فرزندان خداوند. در دفاتر من مصریانی لا گروپ، شما یک شماره در هزاران نیستید.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی. برای پرونده‌های تصادفات کامل اتومبیل، اوبر، لیفت، موتورسیکلت و یا عابر پیاده به ما رجوع کنید و با تجربه خیلی بهتر و نتیجه بالاتر اجازه بدیم به پرونده‌های شما عزیزان رسیدگی کنیم. با دفاتر ما مصریانی لا گروپ تماس بگیرید و حق کامل قانونی خود را دریافت کنید. تلفن دفاتر دکتر مصریانی 818-80-80-88. با سلام، من مجید جهانبین، مؤسس شرکت فرادایز نرسری. خوشحالم که به عنوان نخستین شرکت تولید کننده درختان میوه و گلهای ایرانی سالهاست که با افتخار در خدمت شما هستم. پارادایس لندسکپینگ با مسئولیت مهندس آرشیتکت اشکان جهانبین همراه با کادری مجرب در ارائه کلیه خدمات محبت سازی بمانند طرح‌های ایرانی، اروپایی، گلها و گیاهان کم آب و دریافت کلیه مجوزهای لازم، نظارت و اجرای مستقیم در تمامی مراحل طرح‌ها در خدمت شماست. مشاوره در رفع مشکلات باغچه و اجرای باغ‌های میوه از کارهای دیگر پارادایس لندسکپینگ میباشد. آدرس 10943 دیستو در شهر چاتسورد، تلفن 818-701-5656 و در روی اینترنت www.paradiselandscaping.com. افتخار ما اعتماد و رضایت شماست. به دنیای انواع تازه ترین میوه ها، سبزیجات، گوشت و مرغ و ماهی، خاربار و سایر نیازمندی های شما در کیو مارکت، مارکت خانوادگی شما، همه قیمت ها باور نکردنی است. تلفن تماس 818-345-4251 به نشانی 17-261 خیابان منوبل در شهر بدی. آیا می دانید که شما دیگر احتیاج به ماهواره ندارید و می توانید شبکه ما را از هر کجای جهان که به اینترنت دسترسی داشته باشید تماشا کنید؟ شما می توانید از طریق اکثر تلفن ها و تبلت های اپل و اندروید، دستگاه های ستاپ باکس از جمله جیل باکس، اندروید، اپل تی وی، سامسونگ بلوری، روکو و آمازون فایر تی وی، همچنین اکثر تلویزیون های هوشمند و اندروید مانند سونی، شارپ، فیلیپس، ویستل، گراندیک، بیکو، اسکای وورث، تل سیستم، چنگانگ، ودافون تی وی، تامسون، تی سی ال، سامسونگ، ال جی، پاناسونیک و تلویزیون روکو تی وی مانند هایسنس، اینسیگنیا، شارپ، فیلیپس، هیتاچی، آر سی ای و المنت و با استفاده از تلویزیون های مجهز به کرومکست و یا دانگل هر صفحه نمایشگری را با تلفن و یا تبلت هوشمند خود در ارتباط ساخته و از این طریق برنامه های شبکه ما را تماشا کرده و لذت ببرید. در ضمن جهت کسب اطمینان پیش از خرید از فروشنده بخواهید اپلیکیشن جیل ویز را روی مدل مورد نظر شما نصب کند. جیل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. وقتی دوست داری همه رو با کسب و کار با کیفیت خودت آشنا کنی، جیلویز بهت کمک میکنه که تبلیغات هدفمند انجام بدی. با این تبلیغات مقرون به صرفه میتونی بازار هدفت رو انتخاب کنی و مشتریهات رو با خودت آشنا کنی. پس هوشمند باش و تو جیلویز تبلیغ کن. موفقیت با تبلیغات در جیلویز به همین راحتیه. عزیز دکتر جعفر شجره هستم در برنامه healthmedia.tv. healthmedia.tv در تلویزیون پارس دوشنبه و پنجشنبه بین ساعت 4 و 5 بعد از ظهر و 9 تا 10 شب برای شما برنامه‌های ویژه پزشکی خواهد داشت. مصاحبه‌های مختلف با پزشکان مختلف در رشته‌های مختلف جهان پزشکی. امیدوارم از این برنامه‌ها لذت ببرید. سالنا مبارک، نوروز مبارک، نوروز مبارک، نوروز مبارک، سالنا مبارک.
نوروزتون مبارک باشه با خوبی و خوشی به صلح و صفا. خدا مرسی، خیلی متشکرم. نوروز مبارک. نوروز مبارک ایران. نوروز مبارک. نوروز مبارک. Happy New Year! Nowruz Mubarak! 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 According to studies, pomegranate juice contains higher levels of antioxidants than most other fruit juices. It is considered a great source of vitamin C and many immune-boosting nutrients. Gulchin now brings you the organic 100% pure pomegranate juice. Gulchin's organic pomegranate juice has no added flavors and is 100% pure juice. Include Gulchin's all-natural pomegranate juice in your diet for a healthier and tastier life. Gulchin, the best of the best. شرکت صدف ضمن سپاس از مشتریان ارجمند خود فرارسیدن نوروز 1399 را به شما تبریک میگوید. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. سلام، ATT وکیشن بفرمایید. خواهش میکنم. ATT در طول سال به دلیل داشتن قراردادهای انحصاری با معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی جهان، مناسب‌ترین قیمت و راحت‌ترین سفر دور و نزدیک شما را فراهم می‌کند. آدرس وبسایت ما jimbang.com که 24 ساعته در اختیار شماست. آدرس ما 1413 وست‌وود بولوار، لس آنجلس، کالیفرنیا 924. برای تماس با ما 310-446-4444. مهربانی همکاران من در ATT زبانزد همه است. ATT Vacation شایسته شخصیت شماست. دکتر ایرج برنا، دندانپزشک شناخته شده جامعه ایرانی با سالها تجربه در ایران و آمریکا، پر کردن دندان با مواد همرنگ، روت کانال، باندینگ، وینیر، دست دندان‌های مصنوعی و کاشتن دندان ایمپلنت، تعمیر دندان‌های مصنوعی شکسته شده در همان روز مراجعه، قبول مدیکال و اکثر بیمه‌های دندانپزشکی، مشاوره اولیه رایگان. دکتر ایرج برنا در منطقه ولی شهر رسیدا در 6915 رسیدا بولوارد سویت شماره 5 با پارکینگ رایگان. تلفن 818-708-7311. دفتر مهاجرتی فانیکس گروپ، پاسپورت گواتمالا، پاسپورت دومینیکا، پاسپورت گرانادا، امکان سفر به صدها کشور و حتی کشورهای شامل حوزه شنگن بدون داشتن ویزا،
امکان سفر و زندگی در امریکا برای سیتیزن های گرانادا. پاسپورت دوم معمولا اعتبار بهتری نسبت به پاسپورت کشور خودمان دارد و میتوان به وسیله پاسپورت دوم بسیاری از امور را به سهولت انجام داد. میتوان به وسیله دریافت پاسپورت دوم به بسیاری از کشورها بدون دریافت ویزا سفر کرد. هیچ تحریمی شامل شما نخواهد شد. بدون نیاز به خرید ملک و راه‌های طولانی صاحب همیشگی پاسپورت خواهید شد و در کمتر از یک ماه این شهروندی و تابعیت به شما اعطا می‌گردد با حداقل $100,000. دفتر مهاجرتی فونیکس گروپ. دیدن رنج جانکاه میلیون ها هم میهن من در سیل سیستان و بلوچستان داغی شد بس جگرسوز. صدها روستا و شهرک ویران و 1,000,000 انسان بی سرپناه هند. با نزدیک شدن پای بهار زندگیشان را با گرمای محبت انسانی خود گرم کنیم. بنیاد نیکوکاری نوروز با مجوز قانونی احسان شما را به نیازمندان می رساند. از سختیشان بکاهیم، به یاریشان بشتابیم. شماره های تلفن 1-704-544-7800 و 1-703-303-66-61 یا کمک از راه وبسایت www.nowruz.org. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، وکیل تصادفات، با سابقه دریافت میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه در 15 سال گذشته. حضور وکلا و کادر ورزیده دفتر دکتر مونا دلدار به دنبال تصادف در بیمارستان، منزل و یا محل کار شما. همکاری با پزشکان حاذق و کارشناسان امور تصادفات. تا حق قانونی شما گرفته نشود وشی پرداخت نخواهید کرد. بعد از تصادف فقط جزئیات آن را با ما در میان بگذارید. 844-688-9740. روزن گاردن، گلارای جشن‌های نامزدی و عروسی و سایر مراسم، ارسال گل به تمام نقاط جهان در اسرع وقت. روزن گاردن، تلفن سفارشات 310-446-3292، 310-777-8367. خوش آمد
بنفشه در چمن شاد و کش آمد، به آب و سبز و گل می کشد دل، که آب و سبز و گل دل کش آمد، به آب و سبز و گل می کشد دل، که آب و سبز و گل دل کش آمد. خوش آمد پیش گل می گفت گل بول، خوش آمد های او گل را خوش آمد، خوش آمد های او گل را خوش آمد. خوش آمد باد نوروزی، خوش آمد بنفشه، بنفشه در چمن شاد و کش آمد، به استقبالت آمد بخت پیروز، شب قدر تو خواهد گشت نور.